جشن کریسمس همواره با دادن و گرفتن هدیه همراه است، اما اسلحه به عنوان کادو شاید تنها در آمریکا معمول باشد. اسلحه به عنوان هدیه کریسمس هر سال در آمریکا محبوب تر می شود. در سال جاری بیش از 48,000 اسلحه در آستانه کریسمس به فروش رفت و فروشگاه های اسلحه فروشی بیش از هر زمان دیگری شلوغ بودند. یک فروشنده می گوید معمولا آخر نوامبر تا آخر ژانویه فروش خوبی داریم. در این فصل اسلحه ها خیلی سریع به فروش می رسند. چیزی که ما به اغلب مردم پیشنهاد می کنیم این است که کارت هدیه بخرند. آزادی خرید و حمل سلاح در آمریکا موجب افزایش خشونت در این کشور نیز شده و خشم بسیاری از مخالفان را برانگیخته است. رئیس اجرایی مرکز نظارت بر خشونت میگوید در سال 2012 بیش از 33,000 نفر به ضرب گلوله کشته شدند. این یک رقم سرسام‌آور است. فکر میکنم یکی از مشکلات این است که حتی حوادثی مانند تیراندازی سندی هوک که برای مردم تکان دهنده بود هم نتوانست تغییری ایجاد کند. در حادثه تیراندازی مدرسه سندی هوک یک جوان 20 ساله 27 نفر از جمله مادرش و 20 کودک را کشت و سپس خودکشی کرد.